خب بینندگان عزیز، طبق روال همیشگی چهارشنبه ها، چهارشنبه روز خوشبختی است. سه بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، نیویورک، واشنگتن، 12 ظهر به وقت غرب آمریکا، کالیفرنیا، 9 شب به وقت آلمان با آقای یزدان خداوندلو هستیم. در برنامه قبل بهتون گفتم که امروز ایشون میخوان صحبت کنن و موضوع برنامهشون هم به اصطلاح تاپیک یا تیتر برنامهشون هست، از خود بیگانگی یا الینیشن آمریکا یا میگن، ولی ایشون به فارسی نوشته، احتمالا فرانسوی و به اصطلاح لاتینش اینا میشه الیناسیون اگه درست بگم. البته آلمانی ما میگیم الیناسیون. الیناسیون بله. البته من اینو پرسیدم تو برنامه خودم آقای خداوندلو، چون ایشون لطف کرده به من، گفته هر وقت دوست داشتی سوال کن که به صورت به اصطلاح گفت و شنود باشه. اگه کسی میره تنها میشه، این که از خودش بیگانه نشده، از دیگران بیگانه شده. فکر نمی کنید از خود بیگانگی به اصطلاح چیز درستی نباشه برای این؟ میدونم این کلمه رو شما درست نکردید، حتی اگه به عنوان مریضی هست یا به عنوان افسردگی هست، این یه چیزی که جا افتاده. ولی من اون روزم مثلا به دوستان گفتم هی همه میگن کشف حجاب. آقا رضا شاه حجاب رو کشف نکرد، حجاب رو رفع کرد. برگردیم به این از خود بیگانگی یا الیناسیون. دوستان عزیز اگر سوالی داشته باشید در طی برنامه، اگر با فیسبوک ما تماس بگیرید بنویسید، من از آقای یزدان خداوندلو سوال میکنم. اگه این برنامه رو در بازپخش میبینید یا در بایگانی، میتونید باز زیر اون بنویسید یا برای خود ایشون مستقیما با فیسبوک تماس بگیرید، ایشون پاسخ میده. ببخشید که چند دقیقه من صحبت کردم. آقای خداوندلو، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، بفرمایید این الیناسیون چیه و چه باید کرد؟ درود بر شما آقای سوربی، شنوندگان و بینندگانتون. ابتدا به این مسئله الیناسیون اشاره کنم که ابعاد بسیار گوناگونی داره و بعضی ها این الیناسیون رو، یعنی از خود بیگانگی رو، با اون نهیلیسم اشتباه میگیرن، یعنی پوچگرایی زندگی. و شما اگر توجه کنید، من در اینجا در متن به شیوه های گوناگون این الیناسیون که از کجاها ریشه میگیره اشاره میکنم و در این حال شما خودتون هم میتونید تصور بکنید که این پدیده تازه‌ای نیست که اینا میگن بعد از جنگ دوم جهانی مثلا اون نهیلیست به وجود اومد. شما سر تا سر ادبیات عرفانی، تصوف، صوفیگری ما رو بررسی بکنید، اشعار شاعران آلودگی به این از خود بیگانگی داره. یعنی اینه که طبیعت و انسان و سرشتش همه رو ول کرده، رفته چسبیده به یک پدیده انتزاعی در آسمان و از اون نیازهاشو تقاضا بکنه. ببخشید، به بودا و مانی هم میرسیم وقتی اینجوری فکر کنیم؟ به بودا، بودا البته مثل ما آنچنان گرفتار خدای انتزاعی در آسمان نبود. بعدها از شخصیت بودا در جنوب چین و در هندوستان یک شخصیت الهی ساختند که اون نهاد دیانت رو به وجود بیارن که با اون نهاد سیاست ادغام بشه که بتونن اون مقاصد استعماری و امپریالیستی به اصطلاح خودشون رو در پیش بگیرن، که من قبلا درباره اون تشکیل امپراتوری ها من اشاره به اون کردم. و بودا رو هم ابتدا در هندوستان به وجود اومد، بعدها یواش یواش اون هندوئیسم این بودا رو از صحنه بیرون کرد و ناگزیر شد بیاد بالا در چین و در جوار امپراتوری ساسانی و هخامنشیان، بعدن در دوره اشکانیان همسایه دیوار به دیوار ما بشه. و طبیعتا مانی هم مقداری متأثر از اندیشه های بودایی بود و سم فلکزای دیانت بودایی هم در این هستش که بودا حرکت رو مایه رنج میدونه و میگه شما به خاطر اینه که رنج نکشید حرکت نکنید. و اون پارادوکس پنهان در درونش یا تناقض در درونش این هستش که خب اگر من حرکت نکنم مسئله شکم رو باید چیکار کنم. این هستش که اونا توصیه کردن تو اشکالی نداره مثل این مرتضان بشینی یه دونه
حبه نمیدونم بادوم بخورید و با همون زندگی کنید که زندگی نکبتواری رو در پیامدش داره. خب حالا امروز من میپردازم به این پدیده الیناسیون. ابتدا مقدمه رو من میخونم برای شما و بعد یک کلمه ای رو توضیح میدم که چند وقت پیش یکی دوستان تو همین چت خصوصی اومده بود از من میپرسید که آقا این کلمه خدای انتزاعی که شما میگید در آسمان ها یعنی چی؟ گفتم که خب عزیزم شما میتونید این کلمه انتزاعی رو بنویسید، در همینجا در لغتنامه ده خدا پیدا میشه انتزاع کردن یعنی چی. و اگر براش توضیح دادم، گفتم ببینید با یک مثال قابل لمس براش کردم. این رشته خط تناب رو ببینید؟ بله بله، یه چیز بافته شده است. بله یه بافته شده در هم رسیده شده از چند رشته باریکتر چرم. خب یه نفر به شما میاد میگه که آقا شما لطفاً این رشته قرمز رو از بدن از پیکر این تناب جدا کنید و شما شروع میکنید این رو به تدریج میپیچید و از پیکر این جداش میکنید. این عمل جدا کردن رو بهش میگن انتزاع کردن. و انتزاعی یعنی جدا شده. حالا از کجا؟ این از پیکر تناب جدا شده. وقتی که ما میگیم اونجا خدای انتزاعی، این خدا انتزاع شده از اون خزانه انباشته شده اسطوره ها، و اسطوره ها هم طبیعتا در نظام های درازدامن دامداری و کشاورزی به بار می نشینه و اون رهبران ادیان میان عناصری از این خرافات رو برمی گذرد که مستعد هست و در نهاد دین در اون ساختار هرمیش اون نصب می کنند، در اونجا مستقرش می کنند و بعد هم به تابعه دستور می دن که بعد از این روی این خطوطی که ما می گیم دیکته شده روی اون باید راه برید. بنابراین خدا یک پدیده انتزاعی است که از دیگه یا اون خزانه اسطوره ها و خرافات انتزاع شده رفته بالا. خب بعد از این توضیح میپردازم به مسئله از خود بیگانگی یا الیناسیون چیست. در دستور زبان فارسی خود ضمیر مشترکی است که به ذات انسان اشاره میکند. آقای سربی شما میتونید چند تا ضمیر مشترک رو نام ببرید؟ وقتی به ادبیات و چیز فارسی میرسه من کارم خیلی خرابه، چون ماها که رشته فنی خوندیم همیشه هم اینا رو بعد بلد بودم و یاد نگرفتم. شما توضیح بدید. من توضیح میدم. ضمیر، چون من میگم اینجا در زبان فارسی خود ضمیر مشترکی است. ضمیر کلمه ای است که به جای اسم می نشیند، مثل من، تو، او، ما، شما، ایشان. اما این خود ضمیر مشترکی است که به ذات انسان اشاره میکند. حال انسان کیست و انسان بودنش در چیست؟ قبل از اینکه مطلب رو بخونم، چند تا کتاب اینجا به بینندگان شما معرفی میکنم، توصیه میکنم اینها رو بخونن. انسان اثر آنتونی بارنت. دیده میشه؟ بله بله. چرا که انسان رو تعاریف مختلفی کردن. من از دیدگاه زیستشناسی و طبیعی تعریفش میکنم به طوری که اینجا مطرح میشه، و الهیون دومش رو وصل میکنن به خلقت خدا. یا انسان در سیستم تفکر اسلامی، کتاب بسیار خوبی هستش که به بسیاری از این مطالبی که در اینجا من در این متن اشاره میکنم در اینجا آمده بسیار توضیحات خوبی داده. انسان خونده میشه؟ بله، انسان در سیستم تفکر اسلامی.
انسان در سیستم تفکر اسلامی، اینی که من میگم انسان رو افراد گوناگون تعریف کردن و همین کتابی که قبلا من صحبت دربارش کردم هم، انسان در جستجوی هویت خیش ارتباط مستقیمی داره به این از خود بیگانگی، آلکار گوستاف یونگ. و کتاب دیگه‌ای در اینجا هست که منشأ اصلا انسان، حیات، طبیعت، منشأ و تکامل انسان، اثر اوپارین. این کتاب ها رو توصیه میکنم که دوستان بخونن. یک کم اینو ببرید عقب‌تر نگه دارید. بله بله، حیات، طبیعت، منشأ و تکامل. منشأ طبیعت و تکامل، اینها کتاب هایی هستن که عموماً به انسان و ریشه های اون میپردازه. قبلا هم که من یک کتاب دیگه ای رو به شما معرفی کرده بودم به شنوندگانتون، بینندگانتون، درباره منشأ انسان، اثر میخائیل نستور. و کتاب های بعدی رو بعدا به تدریج معرفی میکنم. خب، از خود بیگانگی یا الیناسیون چیست؟ در دستور زبان پارسی خود ضمیر مشترکی است که به ذات انسان اشاره میکند. چگونه؟ مثال میزنم، تو خودت نبودی که به خودش گفتی؟ من خودم بودم که رفتم بهش گفتم، اون خودش به من گفت. اینها ضمیرهایی هستش که به ذاتش داره اشاره میکنه. تعریف انسان. انسان موجودیست نظیر سایر جانداران با پیکری مادی که در ساختار بدنش طبق داده های زیست شناسی 21 عنصر در اوزانی متفاوت شرکت دارد که در فرایند بیولوژیک کنار هم قرار گرفته و به فرمان طبیعت حیاتمند شده که گوهره حیاتمندی تپش قلب است. همانطور که گوهره ماده نیروی گرانش یا جاذبه است، در نتیجه انسان به وساطت ماده ریشه در طبیعت دارد. چرا میگم به وساطت ماده ریشه در طبیعت دارد؟ به خاطر اینکه اگه ماده را از میان ورداری علی بمونه و حوزش. و در پرگاهین مدنیت توسط آموزه های ادیان ابراهیمی دیدگاهش از زمین و طبیعت برکنده و در آسمان به پدیده موهومی به نام الله معطوف میشود و باستابان در درازای زمان و استمرار نسل ها زمین زیر پا را فراموش و با طبیعت گرامی و مظاهر زیبای حیات بخش آن به تدریج بیگانه می‌گردد. منشأ از خود بیگانگی، عقب ماندگی فاجعه بار تاریخی، آلودگی به ایدئالیسم فلجزای ذهنی و دشمنی با هم نوعان را در این چرخش نگاه افقی انسان از طبیعت و به طبیعت به عمودی به سوی آسمان و ستایش و پرستش الله انتزاعی، انتزاع رو جو من توضیح دادم، و موهوم جستجو کنیم که خصومت به هم نوعان و زیستمندان دیگر را دامن میزنند. چگونه دامن میزنه؟ ممکن استش که شما اون عکسی رو بفرستید که در تورات پیغمبرشون اون ده فرمان میگیره. اجازه بدید، کتابی هستش یک تا پرستی و زبان خشونت، اثر یان یانسمن. اوکی، موسا ده فرمان را دریافت میکند، اثر مارک، اثر یانسمن. پس این چیه؟ اثر در... مارک شاگل، اثر یانسمن. بله، این در اونجا توضیح میده که این یکتا پرستی چگونه ریشه هاش به خشونت، اغلب پیامد هاش به خشونت میکنه. به همین خاطر هم هستش که شما ببینید در همین اقلیم میان رودان که گاهواره یا خیزشگاه سه ادیان ابراهیمی بوده، از همون ابتدا تا به امروز کشمکش وجود داره و چشم دیدن همدیگر ندارن. و یه روزی هم قبلا دیدید من برای شما برنامه اجرا کردم درباره اون خدای مردوک و چیز خدای هخامنشیان. بله بله،
به این مسئله اشاره کردم. اجازه بدید همینجا به دوستان بگیم که با تایپ کردن اسم شما چه در گوگل چه در یوتیوب، تمام این ویدیوهایی رو که من و شما داریم راجع بهش صحبت میکنیم میتونن ببینن هر ساعتی که وقت داشته باشن از اول تا آخر. بفرمایید. آفرین، خیلی ممنون. ادامه میدم. لودویگ فویرباخ، لطفاً این لودویگ فویرباخ رو، کتابش رو هم که ماهیت مسیحیت در اونجا مطرح شده رو نشون بدید چند لحظه. باش. لودویگ فویرباخ فیلسوف آلمانی میگوید خود بیگانگی را مذاهب دامن میزنند و باعث بیگانه شدن انسان از خود، ببینید چقدر خود رو مطرح میکنه، از خود و معاون طبیعت میشوند. او معتقد بود که انسانها تصویر رویایی خود را در موجود انتزاعی به نام خدا میبینند و از انسانیت خود فاصله میگیرند. این نظریه یکی از مهمترین اصول تفکر ماتریک در فلسفه غرب محسوب می شود و در معروفترین اثرش ماهیت مسیحیت، دین را عمیقا نقد و می گوید تحت آموزهای ادیان خداوند مظهر همه کمالات می شود و انسان در هیئت بنده از پلکان دانایی پایین آمده و در مقام برده به زمیر با ضمیر انسانی خود بیگانه می گردد و در هزاری اخیر دیانت اسلامی تا توانسته چنان ما را از خود و طبیعت کهن‌بوم و تاریخ ایران بیگانه کرد که قرنها هر روز باید نماز الزاماً به زبان عربی بخوانیم. به دنیا می آییم، در گوش ما شریعت نبوی می خوانند، اسم ما را عربی گذاردند، هنگام ازدواج با آیین عربی باید عقد کنیم، سال تحویل می شود باید دعای مذهبی بخوانیم، مدرسه می رویم باید زبان عربی که به دردمان نمی خورد یاد بگیریم. چرا به دردمان نمی خورد؟ به خاطر اینکه زبان علم نیست و امروز این زبان عربی به دردمان نمی خورد. هنگام مرگ بر جنازه ما قرآن می خواند. در قبر باید به سوی خانه کعبه دراز بکشیم. به خراسان برای بوسیدن پای عرب تبار می رویم. آرامگاه فردوسی کوروش را بلد نیستیم. به کشور اجدادی ما میگوییم ایران اسلامی و جمهوری ما هم اسلامی است. این باید مورد توجه این آقایونی باشه که درباره قانون صحبت میکنن. مگه میشه یک کشور اسلامی باشه؟ ایران ایرانه. مگه با آمریکایی‌ها میگن آمریکای مسیحی؟ مصر حتی میگه جمهوری مصر. حالا ما اومدیم جمهوری اسلامی گفتیم، افغانستانی ها میگن جمهوری اسلامی افغانستان. یا مثلا جمهوری ما اسلامی است، جمهوری مگه اسلامی میشه آقا؟ اینا رو باید بتونن بشکافن که در افق نگاه و تجزیه و تحلیل هاشون قرار نمیگیره. یک ماه عزاداری خاندانی را میکنیم که سرزمین ما را ملک اسلام میدانن و سلام علیکم عربی است. صبح از خانه بیرون می رویم با بسم الله را می افتیم. میلیارد ها تومان برای فیلم عمر مختار و حضرت یوسف هزینه می کنیم، اما دریغ از یک فیلم برای یادبود از اجداد ما. در تمام شهرها اسم میدان، خیابان، کوچه، سازمان های غیر دولتی، ادارات دولتی، بیمارستان، دبستان، دبیرستان، دانشگاه و دربانگاه ها را به نام شخصیت های اسلامی اسم گذاری میکنیم. در همه جا امامزاده علم و به ویران کردن آثار تاریخی خود میپردازیم. تمام اعیاد اسلامی را جشن میگیریم، اما از جشن صده به مهرگان خبری نیست. در قبر ما را قرار میدن باید به نکیر و منکر جواب پس بدهیم که پیشوایان ما عرب بودند. ذریح 14 میلیاردی برای امامان می‌سازیم که هیچ یک مهر و محبتی نسبت به ایران نداشتند و می‌رویم عربستان تا گرد خانه کعبه که المصنای کعبه زرتشت طواف کنیم. در عراق قبر عرب ضد ایرانی را زیارت می‌کنیم. این مثال‌ها باید از این مثال‌ها باید متوجه شویم از خود بیگانگی ما از کجا ریشه می‌گیرد
و هنگامی که کودک ایرانی از وجدان مادر پا به هستی میگذارد، تا چشم باز میکند مغزش با انبوهی از مفاهیم و مظاهر عربی اسلامی که در و دیوار خانه و کوچه و خیابانهای کشورمان را پر کرده انباشته و موزاییک بندی میشود و در بزرگسالی تمام عمر و روی خطوطی راه میرود که این مفاهیم ضد ایرانی به او دیکته میکنند. با این وجود چگونه است که ما خود را ایرانی میدانیم؟ خب سوالی دارید آقای سربی؟ نه، این وقت شما بگید. یه چند تا سوال هست که دوستان فرستادن میپرسم از تو. بفرمایید یکیشو مطرح کنید لطفا. بله، در رابطه با عربستان و اینها صحبت کردید. یکی از دوستان نوشته که چرا شهروند عربستان از خود بیگانه نیست؟ خب به نظر شما چرا؟ والا نمیدونم، چون بهشون پول میدن لابو بعض پوله. نه عزیزم، من قبلا هم یه جایی اشاره کردم، الان هم اینجا کوتاه و فشرده اشاره میکنم. ببینید، عربستانی کشورش عربستانه، مذهبش عربیست، اسلامیست، پیغمبرش عربه، قرآنش عربه و طبیعی استش که این همه چیزش از درون خودش روییده، دلیل نداره که از خود بیگانه باشه. از خود بیگانه ما هستیم که خودمون ایرانی میدونیم، بعد کشورمون رو میگیم ایران اسلامی. چرا عربستان نمیاد بگه مثلا عربستان چی؟ میگه ما عربیم، قرآنمون عربیه، همه چیزشون از خودشونه، بنابراین دلیل نداره از خود بیگانه باشن و هیچ با مشکلات از خود بیگانگی هم روبرو نیستن. ما با این مشکل روبرو هستیم در طول این 1400 سال. حالا الان داره اینطور مسائل مطرح میشه. خب سیاست عربیزه کردن ایران چگونه صورت گرفت؟ شما با اون تحلیل من موافق هستی؟ جالبه، هیچ وقت فکر نکرده بودم، ولی یادم یه بار در موردش صحبت کرده بودین و به قولن هیچ تناقضی نداره، طرف عربه، دینش هم عربه. اونا به خودشون تناقض ندارن. بله، ما هستیم که دوچار پارادوکسیم. خب سیاست عربیزه کردن ایران چگونه صورت گرفت و ما چرا از خود، میهن، طبیعت و هویت ملی بیگانه شدیم؟ ریشه های تاریخی از خود بیگانگی را باید در اوضاع اجتماعی 100 سال قبل از فروریزی امپراتوری ساسانی جستجو کنید. به این قسمت توجه بکنم. بسیاری از این افرادی که درباره ایران و ایران و باستان دارن بحث میکنن، به این قسمت توجه کنم. ریشه های تاریخی از خود بیگانگی را باید در اوضاع اجتماعی 100 سال قبل از فروریزی امپراتوری ساسانی جستجو کنیم که در روان ملت قهر، تنفر و بیزاری شدید از عملکرد حکومت ساسانی و ادغام دین و دولت پدید آمد، درست مثل امروزی که ما تنفر داریم از جمهوری اسلامی و نیاکان ما گرفتار انفعال روحی شدند. درباره این انفعال روحی دیدین در یه جلسه سقوط اصفهان من بحث کردم که چرا اصفهانی ها در مقابل این لشکر اندک شمار افغان مقابله نکردن، مبارزه نکردن، گرفتار انفعال روحی بودن. گفتن بذار بیاد بزنه پدر اینا رو در بیاره، شاید از این ستون به اون ستون فرجی باشه. درست، قبلا هم همین اتفاق افتاده بود. خب انفعال روحی شدن، نیاکان ما گرفتار انفعال روحی شدن و چون خود توانایی مقابله با دولت را نداشتن، از خدا میخواستن دستی از خارج نازل شود تا آنها را از شر دولت، دیانت و مغان زرتشتی خلاص کنند، که این موضوع قهر، تنفر و انزجار روانی تا کنون در کانون بحث‌های اکادمیک و جامعه شناسی که روشنفکران معاصر ایران قرار نگرفته که معلوم شود چرا اجداد آن زمانی ما دست به انتحار زدند، دین و دولت را از میان بردند و به پیامدهای ناگواران نیندیشیدند، که یکی از ثمرات نامیمون آن کیش شخصیت، نگرایش به طبیعت
که نزد ما در هیئت حزب اللهی، رجبی اللهی، شاه اللهی، مصدق اللهی، علی اللهی، مارکس اللهی، بنی صدری، شاپور بختیاری، طالبانی، داعشی، ملا عمری و فرقه های دیگر که همه در جدول امت مسلمان قرار دارند، دلدادگانی دارند. ریشه در کجا و تحت چه شرایطی فردپرستی و مقابل انسان در مقابل انسان دوستی قطع علم میکنند؟ فردپرستی و از خود بیگانگی از دو منبع مادی و معنوی تغذیه میکنند. آیا سرب فردپرستی از کجا به وجود میاد؟ گفتید از دو منبع به وجود میاد. شما قرار نشد سر کلاس از شاگرد سوال کنید؟ شاگرد اینجا نه، شما شاگرد هم همچنان نیستید. من به بحثای شما بعضی وقتا گوش میکنم، میبینم که استاد خوبی هم هستید. خیلی ممنون. بعضی وقتا لغتهای این اون رو ترجمه میکنید، میگید اونجا این نمیدونم احمق و یکی نفهم و اینا رو دارید ریشیابی میکنید. بس معلوم هستش که شاگردم به صورت شاگردم نیستی داداش. بالاخره شاگردی روزگار کردیم، بسیار در کار خود، هنوز استاد نی. اشکالی دارد. خب بگیم فردپرستی. فردپرستی و از خود بیگانگی از دو منبع مادی و معنوی تغذیه میکنند. یک، در حوزه مادی افراد گرفتار سندروم اسلام. درباره سندروم هم که برای شما قبلا صحبت کردم. بله. که نوعی دلدادگی است، عشق و علاقه داشتن به ابلیس، به جایی که باش دشمن باشه عاشقشه، دلدادشه. درست مثل که مثلا اون کسی که معتاده به اون سمی که میدونه میکشتشا ولی میکشه. من اتفاقا میخواستم سوال کنم، میشه کلمه عادت به یه چیزایی رو و راحت بودنش به اصطلاح همین سیندروم رو بگیم؟ عادت کردیم به یه چیزی؟ نه، این عادت دو تا جنبه داره. یکیش این هستش که شما وقتی که میخواید یه کاری رو بکنید، سعی میکنید ابتدا وقتی که میکنید دشواری داره، ولی وقتی که راز و رمزش رو پیدا کردید راحت میکنید و بعد دیگه راحت به صورت عادت بدون اینکه اصلا فکر کنید اون کار رو انجام میدید. به عنوان نمونه، وقتی که قبلا میخواستید برید یه آدرسی رو با ماشین پیدا بکنید، میرفتید سویچه میداختید و روشن میکردید و گاز میدادید و میرفتید و خیابون به خیابون میپرسیدید از این ور اون ور تا اینکه به اونجا میرسیدید. ولی بعد از اینکه چند بار که انجام دادید، الان دیگه میخواید برید اونجا بدون اینکه اصلا فکر کنید، میرید و کلیدو در میارید و در ماشین رو باز میکنی، روشن میکنی و گاز میدی و میره اونجا فکر میکنی، خاموش میکنی، میاری اونجا بدون اینکه اصلا فکر کرده باشی. این میره تو حوزه عادت، جنبه منفیشه، جنبه مثبتشه که عادت میکنی دیگه فکر رو تغییر. بنابراین عادت در جمع چیز یارو هستش که تفکر رو ازش بیرون میکشه و اتوماتیک انسان اون کد رو انجام میده. اما جنبه های منفی هم داره. وقتی که شما به یه چیزی عادت که کردید، بعد دیگه نمیتونید از حوزه اون عادت بیایید بیرون و خودتون رو با شرایط متغیری که در زندگیتون به وجود میاد منطبق کنید. با این مسئله یه مقداری فرق میکنه. در حوزه معنوی میگه که در فرد پرستی و از خود بیگانگی از دو منبع مادی و معنوی تغذیه میکنند. یک، در حوزه مادی افراد گرفتار سندروم اسلام گرد اشخاصی میچرخند و زیر علمش سینه میزنند تا از تشکیلات و آخر چربش برخوردار شوند، مثلا مثل حزب اللهی ها، شاه اللهی ها یا الله الله های دیگه. دو، در حوزه معنوی از خود بیگانگی ایرانی محصول شستشوی مغزی. رنگ واشینگ بگن چه بگن توی انگلیسی؟ برین واشینگ. حالا اونجا این شستشوی مغزی با مفاهیم اسلامی است که در هزاره اخیر فرصت کافی داشته که در بخش قدامی دستگاه عصبی ما تبدیل به دومل آماس کرده ایران ستیزی، طبیعت گریزی و اسلام پرستی گردند. هرچند که در روان باورمندان و ادیان گوناگون تمایل به رقص، شادی و شیطنت های گوناگون وجود دارد، اما
در اسلام، مسیحیت و دیانت یهود روزنه های تمایل به شادی با آموزه های الهی مسدود، جای احساس شادمانی با گریه، زاری و ندبه پرگشته و با اهرام تلقیم و شیوه های روانی در طول قرنها در گناهکار دانستن انسان، سرسپردگی به مقدسات، عبودیت، ذوب در لقاه الله، تسلیم به رضای خدا و نمایندگانش در زمین، چنان مزایک بندی و رویش با لعاب از خود بیگانگی رنگامیزی شده که تبدیل به هیولاهایی با تفکری رادیکال شدیم تا دروازه ثروت، نعمت و زندگی انگلی بر پاشته منافع متولیان نهاد دیانت و سیاست اسلامی بچرخد و این جماعت تنپرور ابد مدت بر اریکه قدرت و سروری و مردم تکیه زنند. آیا سوالی دارید؟ شما درباره حزب اللهی و شاه اللهی و مصدق اللهی و مارکس اللهی صحبت کردید و داعش اللهی. الان امروز دیدم یه چیزی نوشته بودن در رابطه با داعش، نوشته بودن به زودی دانشگاه قرار بشه داعشگاه. حالا اینم یه شوخی جدیده، داعشگاه. بعد در رابطه با این از خود بیگانگی، مارکس از خود بیگانگی اقتصادی را مبنای از خود بیگانگی میدانست و تصور میکرد لغو مالکیت خصوصی ابزار تولید به خود بیگانگی پایان میدهد. این میگم نوشته‌های شما، دوستان اجازه بدیم براشون توضیح بدم چون توی جاهای دیگه منتشر میکنید، بعضی وقتا این سوالایی که میکنن حتی از ما جلوترن دوستان. درسته. خب من یه کوتاه به اندیشه مارکس در این زمینه بگم. شما میدونید که این کمونیستا با کاپیتال یعنی پول، ثروت و طبقات اجتماعی یک خصومت همین این ایدئولوژیک دارن و دلشون میخواد که طبقات رو و پول رو از پیکر جامعه حذف کنن، بدون توجه به اینه که طبقه یکی از موزاییک های بنیادین و گوهرین مدنیت که بیش از 5000 سال سابقه داره که نیاکان ما این رو ساختن و طبقات رفته بالا. حالا اینا میخوان این طبقه رو از زیربنای این مدنیت بکشن بیرون. طبیعی هستش که جامعه تبدیل میشه به طویله قاطران و روابط اجتماعی خرطوخر. اینا هنوز به مقام ارجمند پول پی نبردن که با این پول به هر دری که بزنی باز میکنه. اینا میخوان این پول رو ببرن بیرون. لابد فردا اگر ما خواستیم مثلا 1 کیلو نان بخریم، ببریم 5 کیلو چغندر به یارو تحویل باید بدیم. خب پول رو درست کردن این وسط، گذاشتن به عنوان واسطه عمومی بین کالاها و نقش درخشانی داره بازی میکنه. شما چه خصومتی با این دارید؟ و طبقات خودشون رو اگر بهشون بگی که آقا شما بیا برو مثلا با فلان کسی مونگونه، نمیره با اون بشینه. یعنی در عمل باز با باز، کبوتر با کبوتر رو داره اجرا میکنه و دلش میخواد که سرمایه‌دار رو نمیدونم طبقه مرفه رو اینا رو حذف کنه، همه رو تبدیل کنه به یک توده بیشکل. یه دونه تصویر قبلا مثل که برای شما فرستاده بودم که اونجا انسان‌ها رو نشون میده که اینطوری در سطح وسیع چیز کردن، اونو میتونی پیدا کنی نشون بدی؟ اگه تو ایمیل های قبلی بوده نه متاسفانه، شما اینجا نه، در همین جا در همین این چیزا هست. آها بله بله، حالا فهمیدم. و بعد اون تصویر نشون بدید که نمازگزاران زن رو ردیف کردن. بله بله، سه تا تصویر. کدوم رو چند لحظه نشون بدید من درباره‌شون توضیح بدم. سه تا تصویر هست، یکیش هست آدمک های دینی، الان نشون میدم. بفرمایید. ببینین درباره آدمک‌های دینی شما نگاه بکنیم، ببینین نهاد دیانت اسلامی مثلا این دختر بچه‌ها رو جمع می‌کنه میاره اونجا با لباسی همرنگ، از بیرون خودشون رو اینا رو تبدیل می‌کنه به موریانه‌ها، مثل موریانه‌ها، و از درونم با اون آیه‌های قرآنی و نماز عفوت درون ذهنیتشون رو تبدیل می‌کنه به یک ذهنیت اسلامی شده که این رادیکالیسم اسلامی زایده اینه و در نهایت از درون و بیرون انسان رو تبدیل میکنن به یک جانور.
اینا رو وقتی که من قبلا اینو حدود 20 سال پیش وقتی من داشتم اون کتاب الان یادم رفت اینجا بیارم که بحث ما به اینجا میکشید، یک کتابی هستش به نام مومو من ترجمه کردم که زندگانی یک دختر بچه رو توضیح میده که این با نظم اجتماعی یه جوری در چیز داشت و نمیخواست در این جامعیت ها یه از افرادی صحبت میکرد به نام خاکستری ها با اونا ضدیت داشتشون میداد با تمام روان دو چیز کودکانش و در ایران چیزشو یارو کردن جلد اولش رو چاپ کردن برای کانون پرورش کودکان و جوانان فرستاده بودن جلد اولش رو ترجمه منتشر کردن و بعد جلد دومش رو می‌خواستن چیز بکنن متوجه شدن که این عجب کتاب خطرناکیه جلد دومش رو ترجمه جلد نکردن منتشر نکردن. خب در این تصاویر دیدید که انسان‌ها رو مثلا ماویستا همه رو کرده بود توی یه لباس آبی و ایدولوژی ماویستی را بهشون میداد و تبدیل میشدن به آدمک های ایدولوژیک روبوتوار راست راست برو چپ چپ بیاد، در صورتی که انسان 1000-2000 سال از این مرحله روبوتی خارج شده داره نردبان دانایی رو طی میکنه میره بالا در رأس هرم زیستمندان قرار گرفته. شما باز دو مرتبه میخواید بکشینش ببرینش توی گروه موریانه ها و مورچه ها. تعریف شستشوی مغزی، شستشوی مغزی یا برین واشینگ به شیوه ای از القا و تلقین گفته می شود که افراد، گروه ها، نهادهای سیاسی، دینی و اقتصادی جهت همسو کردن افکار انسان ها با مقاصد و منافع خود انجام می دهند که شیوه های ساده تا بقایت پیچیده روانی دارد و رسانه های جمعی قوی ترین ابزار مورد استفاده طبقه حاکم برای کنترل توده هاست، زیرا به عقاید، باور و افکار عمومی شکل می دهد. می تونید این تصویر آقای والتر لیپمن رو نشون بدید؟ اجازه بدید بله. والتر لیپمن متفکر آمریکایی، نظریه پرداز حکومت نخبگان آگاه بر گله سرگردان در کتاب افکار عمومی، توده ها را به گله سردرگم تشبیه می کند که باید توسط طبقه حاکم هدایت گردند و این نخبگان قشر بروکرات، کارشناسان متخصص دارای منافع فراگروهی، ماشین های دانشی هستند که فقدان آرمان غیر ممکنه دموکراسی، توجه بکنید میگه که دموکراسی امکان پذیر نیست، فقدان آرمان دموکراسی و شهرمند همه فن حریف را با حیله دور میزنن و گله سرگردان پرهیاهو و قران باید تنها تماشاچیان علاقمند اقدامات ایشان و حق مشارکتی در سرنوشت خود نداشته باشد، زیرا مشارکت وظیفه فرد مسئولیت پذیر است که یک شهروند عادی نیست. چرا میگه شهروند عادی نیست؟ شما در نظر بگیرید که همین جامعه سرمایه‌داری خودش در ابتدا مذهب رو رفرم کرد و به کلیسا فرست، نهاد سیاست شاهنشاهی ها و مختلف را هم اونا را هم به بایگانی تاریخ سپرد و نظام جمهوری اعلام کرد که من قبلا برای شما اون انقلاب فرانسه را دیدی برنامه اجرا کردم تو اونجا به قسمت هایی اشاره کردم. خب بعد وقتی نظام جمهوری اعلام کرد شما در نظام نگه ممکنه که تمام این ریاست جمهوری های آمریکا عموما لباس سیویل معمولی دارن مثل من شما مثل همه دیگه، اینها خودشون رو مثل شاه و امام اینا به تاج و عمامه و شنل و نمیدونم شنل ها و زربفت و مثل پاپ و این حرف ها مزین نمی کنن که بگن ما تاقدهی جدا بافته هستیم، بنابراین به صورت شیوه های روانی و بسیار پیچیده سعی میکنن جای اونها رو بگیرن. خب میگه زیرا مشارکت وظیفه فرد مسئولیت پذیر است که یک شهروند عادی نیست
و رسانه‌های جمعی و تبلیغات ابزاری هستند که باید جانب نخبگان برای حکومت بر عامه بدون به کار بردن اجبار فیزیکی به کار روند. یعنی الان چون حقوق بشر مطرح شده، مستقیما نمیتونن مردم رو بزنن و به برده و مطیع کنن و به برده و بنده تبدیل کنن، سعی میکنن با تبلیغات مغزش رو شستشو بدن. ممکنه که اون تصویر افکار عمومی رو نشون بدی، بله بله میدونم، سفید رو نشون میده، از اون بالا تبلیغات رو بمباران میکنه روی افکار. بله میبینم الان بهتون نشون. بله، از جانب نخبگان برای حکومت بر عامه بدون به کار بردن اجبار فیزیکی به کار روند. یکی از توصیه‌های زیرکانه لیبمن تولید رضایت در روان شهروندان است که باید به نحوی در مدیریت و کنترل افکار عمومی صورت گیرد که مردم پذیرای برنامه‌های نخبگان باشند، چون توده ها صلاحیت لازم برای استدلال و اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل مهم را ندارند. بنابراین نخبگان باید در راستای منافع خود تصمیم گرفته و این تصمیمات را به گله‌های انسانی بفروشند. و ایشان گویی خبر ندارند که دیانت اسلامی این ترفند زیرکانه را، بسیار عامیانه را، از هزار سال پیش اجرا و به صورت سنت رسول الله در عرف جامعه اسلامی پیاده و جا انداخت تا منافع قشر ملا و مکلا به زیان توده قرنها تأمین شد. و ایشان ادامه میدهند: هیچ کس منکر این امر نیست که تولید رضایت تحت پالایش های بزرگ داخل پرانتز شستشوی مغزی، این پالایش های بزرگ رو من میگم شستشوی مغزی، تحت پالایش های بزرگ داخل پرانتز شستشوی مغزی فرایندی است که طی آن افکار عمومی هدایت شده ایجاد میشود. چقدر دیگه وقت داریم آقا؟ حدود 15 دقیقه. بسیار خوب، بدان میدم. و ناگفته نماند والتر لیبمن یکی از بنیانگذاران شورای روابط خارجی آمریکا بود. این مؤسسه پرنفوذترین اندیشکده در حوزه نظم نوین جهانی است و قدرت اقتصادی و سیاسی در آمریکا مثل بیت رهبری در ایران در دستان نخبگان حاکم متمرکز شده. این افراد اغلب شرکت‌های چند ملیتی مستقر در آمریکا و جهان، رسانه‌های نوشتاری، صوتی و تصویری، با نفوذترین بنیادها، دانشگاه‌های خصوصی و بخش اعظم خدمات عمومی را کنترل می‌کنند. شورای روابط خارجی که در سال 1921 تأسیس شد، نقطه اتصال بین شرکت‌های چند ملیتی با دولت فدرال است. این مؤسسه مدرسه دولتداری خوانده می شود که سی رایت میلر آن را نخبگان قدرت می خواند که دارای منافع و دیدگاه های مشابه از جایگاه امن در پشت پرده رویدادها را شکل و رهبری می کنند. تأسیس سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از پروژه های کلان این شورا بود و برخی از اعضای کنونی شورای روابط خارجی عبارتند از دیوید راکفلر. من کتابش رو قبلا برای شما مثل که نشون دادم اینجا، این کتاب اینجا، کنترل فرهنگ، این کتاب میبینی؟ بله بله، کنترل فرهنگ، این کتاب، یا اینکه یه کتاب دیگه که از همه بسیار مهمتر هستش که به این کمیته مربوط میشه، این کمیته 300. من توصیه میکنم دوستان که به مسائل سیاسی پشت ورزشی میکنن این کتاب رو بخونن. خیلی هم فیلم ساختن در این مورد، ایرانی هم اعتراض کردن و فیلم های مختلفی درباره این 300 ساختن. بله بله. بعد
یه کتاب دیگه ای هستش که بسیار جمع جور در حد دوتا مقاله است، جامعه شناسی جنگ اثر گاسپول. این توضیح میده که چگونه این جنگ ها رو به چی را میندازن. یکم دیگه بیارین جلوتر لطفا. آها همینجا، جامعه شناسی جنگ. بله مرسی. جامعه شناسی جنگ در اوکی. اینجا ریشه های بسیاری از جنگ ها رو توضیح میده و میگه که برای چی این جنگ ها در جهان صورت میگیره. بعد آقای خدابنده لو، من آقای حسن فیروزی رو داشتم که ایشون بهایی هستن و ایشون باور داره که جمعیت دنیا چون زیاد هست، یکی از به اصطلاح دلایل جنگ همینه، و ایشون میگه جمعیت دنیا که به زودی ممکنه 8 بشه یا 9 میلیارد بشه و اینها، بیلیون نمیدونم، این بیش از 3 میلیاردش دردسره. شما این اون برنامه رو هیچ وقت دیدید یا نظری در این مورد دارید که جمعیت زیاد یکی از دلایل جنگ است؟ البته این هم یک تئوری هستش، درسته. یعنی جمعیت وقتی که زیاد بشه، طبیعتاً به موازات زیاد شدن جمعیت، خوراک و جا و مکان و امکانات وجود نداشته باشه، طبیعتاً کشمکش بینشون وجود میاد. اما توجه داشته باشید در هندوستان که شاید مثلا ببینی یک 15 یا شاید 1/5 خاک کل جهان رو داره، 1,300,000,000 دارن زندگی میکنن و آنچنان هم کشمکش ندارن. بنابراین اگر انسان عقلانیت و شعورش رو به کار بندازه، بعضیا گفتن همین کره زمین 7 میلیارد که سهله تا 200 میلیارد رو میتونه غذا بده. همین این انگلیس یک جزیره به اون کوچیکی کل دنیا رو میتونه گوشت براش تولید کنه. همین انگلیس چرا نمیکنن؟ اینا رو باید بریم توی همین کتابای سیاسی به مورد بررسی قرار بدیم که درباره اوضاع جهان و حتی این نظم نوین جهانی که آمریکا میخواد سرکرده بشه و اون تعادل و قطب بین جهان کمونیست و سوسیالیست و سرمایه‌داری به هم خورد، که شما ببینید در اون دوره که مثلا 70 سال ادامه پیدا کرد، کمترین جنگ ها و منازعات صورت گرفت. چرا؟ برای اینکه دو تا رقیب در کنار هم قرار گرفته بودن و جهان هم به دو تا اردوگاه تقسیم شده بود. اما الان اون اردوگاه کنار رفته، یه اردوگاه ابرقدرت شده و ببینید در طول این 30 سال اخیر، 20 سال اخیر که اون اردوگاه فرو ریخت، چقدر کشمکش حتی توی منطقه خاورمیانه داره صورت میگیره. بنابراین اون حرفی که ایشون داره میزنه، ازدیاد جمعیت، بله یکی از عوامل هست، اما 7 میلیارد عدد و رقمی نیست برای این کره به این بزرگی. خب در اینجا پشت پرده رویدادها رو شکل و رهبری میکنن. تأسیس سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از پروژه های کلان این شورا بود و برخی از اعضای کنونی شورای روابط خارجی عبارتند از دیوید راکفلر، دیک چینی، همین آقایی که قبلا چه بود؟ رئیس بله، معاون بوش، دیک چینی و آقای وزیر امور خارجه بود؟ نه معاون بوش بود، نخست وزیر بشه. جنگ بود، وزیر جنگ بود. نه، دیک چینی معاونش بود، معاون با اینجا به مسخره میگفتن حقیقتا دیک چینی رئیس جمهوره و جورج بوش به اصطلاح سر کلاس اون همینجور داره برای خودش مستمع آزاد میچرخه. آها خب، راکفلر، دیک چینی، باراک اوباما، همین آقا رو میبینیم، باراک اوباما، بله ایشون یکی از اعضا، بعد هیلاری کلینتون، اون خانومه، ریک وارن. این ریک وارن رو من دقیقا نمیشناسم، که شما میشناسینش؟ منم نمیشناسم، ولی وارن فامیلی اینا خیلی وارن فامیلی اینا با نفوذ توی آمریکا هستن، اصلا شهر به اصطلاح فرماندار اینجا یه مدتی هم آقای وارن بود توی ویرجینیای ما، یعنی اونا هم فامیل به اصطلاح با نفوذی هستن. و کشیش اعظم کلیسای آنجلیکای آمریکا، پس میبینید که هنوز کشیش ها اونجا حضور دارن اون پشت پرده. آنجلیکای آمریکا و مدیران شرکت های بزرگی چون CVS، نایک، کوکاکولا و ویزا. بله، این نایک که شما اونجا میگید، اینجا میگن نایکی، این همون
چیز وسایل ورزشی درست میکنه دیگه نه؟ آها بله اینجا آدیداس؟ نه نه اسمش هم نایکی هست، یه علامت اینجوری مثل چک مارکه، حالا اون آدیداس و اینا بماند ولی این نایکی یه دونه علامت اینجوری مثل چک مارکه. آها مثل چک مارک، آها اینطوری میزنه اینطوری میگن این مال اونه، مال نایکی مال اونه. بله مال آدیداس. اینجا آدیداس چیز آلمانی داره. بله آدیداس مثل یه عکس یا پوما بوده یا عکس یه حیوانی هست الان یادم نیست، ولی نایکی یه مدت هم اینجا مشکل پیدا کرده بود، میگفتن که به اصطلاح بچه ها و کم سن و سال ها رو به کار کشیده تو کشورهای مختلف و دادگاه و دادگاه کشی بود. خب اگه سوالی نیست من ادامه بدم. چند دقیقه دیگه آقا مونده؟ 7 دقیقه. ولی یه سوال دیگه هم هست، اجازه بدید من اونم بپرسم که دوستان گله‌مند نشوند یک لحظه اینجا. بله آها، شما توی برنامه قبلتون یه جا گفته بودید، نوشته بودید که ادو شود سبب خیر گر خدا خواهد. اینجا میپرسن که ادو شود سبب خیر گر خدا خواهد را روشن برای ما توضیح ندادید، منظورتان چی بود یا منظورتان چیست؟ بسیار خوب، البته خیلی سوال مهم میکرده و توضیح دادنش هم چند دقیقه وقت میخواد. خب حالا من سعی میکنم فشرده بگم. ببینید آقا، یه جنگ طولانی و خونباری بین ایران و عراق صورت گرفت و ما در روند جنگ نتونستیم از پس عراق بر بیاییم. چرا؟ برای اینکه جمعی کشورهای همین غربی حتی روسیه به دولت عراق کمک میکرد و سعی میکردن تعادل رو طوری نگه دارن و جنگ رو ادامه بدن که در نهایت خزانه این دوتا ملت به قارت بره و رفت و هر کدومشون هم چندین میلیارد دلار بدهی بالا آوردن، آخر سر مجبور شدن آتش بس کنن. حالا چرا این جنگ به وجود اومد؟ همین دولت‌های خارجی آقای صدام رو تحریک کردن، گفتن که شما که الان حدود 20 سال 25 ساله هی نق میزنی که این کویت مال ماست، چرا؟ برای این که عراق به عنوان یک کشوره که به آبهای آزاد دسترسی نداره و از اون موقعی هم که استقلال پیدا کرد این کشورهای غربی اومده کویت رو جدا کردن، بنابراین این کشور محروم شد از داشتن اسکله آزاد برای کشتی های نفتیشون و به آبهای آزاد. به این خاطر بود که همین پدرسوخته‌ها غربی ها بهش تشویقش کردن که تو به جایی که بیا کویت رو از ما بگیری، چرا که کویت و استقلالش رو تا حالا عراق به رسمیت نشناخته، تو به خاطر این بخوای کویت رو از ما بگیری برو به ایران حمله کن، الان انقلاب شده، شاه رفته، ارتش منحل شده، سرانش رو گرفتن نمیدونم اعدام کردن، این کشور بی سرپرسته، برو بزن خوزستان رو بگیر، هم اسکله داره هم به آبهای آزاد دسترسی پیدا میکنی و صدها مقاصد دیگه یا میتونی داشته باشی. و این آقا رو خر کردن، به این برادر بزرگتر حمله کرد و ما هم آخر سر در یک چنان فرسایشی که اون پدرش چنان در بودیم فکر کرده بودن که این ملت سرپرست نداره، نمیدونستن که آدم خطرناکی اونجا به نام خمینی هست. اینطوری نیستش که چی بگنه و یک نهاد تکیه گاهشه، یک نهاد دیانت اسلامی و این بیچاره برای شد حمله کرد و گرفتیم زدیمش و اونده چیز کردیم و رفت اونجا و آخر سر هم گفتن که بیاییم صلح بکنیم و ادامه دادن و در نهایت بازتاب این ادامه دادن چی شد؟ آخر سر عراق تجزیه شد. بعد وقتی که از ما سودی نبود و سرخورده صلح کرد، یعنی اون آتش بس بیلن کردن، رفت به اون غربی ها گفت، یعنی من اینا رو در جای نخوندم ولی حدس میزنم، به غربی ها گفت که شما که گفتید برید اونجا رو بگیرید من به آبهای آزاد برسم، دیدی که نشد، میلیاردها دلار چیز دادیم و بیش از 1 میلیون دو طرف هم کشته و زخمی دادیم. خیلی خوب، حالا من چیکار بکنم؟ من کویت رو میخوام. از لجش حمله کرد به کویت و وقتی که حمله کرد به کویت همین آقایون برانگیخته شدن، گفتن ها به دخل ما داری حمله میکنی، گرفتن همونا جمع شدن که قبلا بهش کمک کرده بودن، جمع شدن زدنش و سرش هم به دار بلا بردن و آخر سر هم اونجا خارج شدن. ایران عراق رو تسخیر کرد و الان هم در سوریه حضور داره. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. بله دیگه الان درست گفتید، اینجا میگن که آمریکا ایران رو در بشقاب طلایی یا در سینی طلایی تحویل داد به
ببخشید عراق رو تحویل داد به ایران، ولی اون قسمت بعدیش رو من هیچ وقت دقت نکرده بودم. شما کاملا درست میگید که صدام بعد عصبانی شد حمله کرد به کویت، که به اصطلاح بعدم دیدیم که اون آقای جورج بوش پدر حمله کرد و اینها. بعد همین عربی ها حتی اروپایی ها اتحادیه اروپا را هم جمع کرده بودن برای زدنش، گفتن آقا بعد اثر اروپایی ها هم در این جنگ میخواست کلا بذاره آمریکا. من یه دونه مقاله خوندم که به این آلمان گفته بود که شما 60 میلیارد دلار باید به ما کمک کنید بابت اینا، گفته بود آقا خرج جنگ میگه چقدر تو 60 میلیارد دلار از ما میخوای، تو داری سر خود ما را هم داری کلا میگذاری، اصلا دامه زدن یه کاری نداره که تو 60 نمیدونم به 21 میلیارد دلار توافق کردن و کنار اومدن. بعد حتی در موقع زدن به روسا هم گفته بودن که ما میخوایم اینو بزنیم، چون روسا چیز بودن دیگه، جنگنده هایی ازش میگرفتن و بهش باش همکاری میکردن، بهش گفتن که ما میخوایم اینو بزنیم. روسا هم بهشون گفتن که بسیار خوب میخوای بزنی بزن، ولی بدهیاشو به ما بدین بعد میخوای بزنی. اونا هم گفتن باشه بدهیا رو میدیم، بدهیا رو آنها دادن، چجوری معامله کردن اون بی طرفی اعلام کرد و عراق رو زدن، صدام رو زدن، تموم شد. حالا اگر دو سه دقیقه من وقت داشته باشم این مسئله نهیلیست رو هم برای شما میخونم که ارتباط تنگاتنگی با همین پذیری الیناسیون داره. بفرم. خب نهیلیست چیست؟ چون من میخواستم یک مطلب دیگه را مطرح کنم، مثل اینه که وقت نیست در یه جلسه دیگه بکنم. نهیلیست چیست؟ نهیلیست به معنای پوچگرایی شیوه ای از تفکر است که زندگی را بدون معنا و بیهوده می داند و بازتاب نابسامانی ناشی از دو جنگ جهانی در غرب بود، که نشان داد از یک سو ارزش های اخلاقی، سنت ها، تابوهای ابدی، ازلی، مقدس و حاکمیت دولت های فئودال منش و کلیسای مسیحی که قرنها تابعان خود را به روی خطوط دیدگی شده دنیوی اخروی راه برده بودن فرو ریخت، و از دیگر سو جایگزینی مطلوب برای تکیگاه روانی انسان تدارک دیده نشد. در نتیجه خلأی میان تخریب باورهای کهنه و ظهور ناشناخته‌های نو پدید آمد که در ایران ابعاد فاجعه‌بار فروریزی ارزش‌ها، خودتحقیری از آنچه که دیروز داشتیم و امروز نداریم، مردم گریزی از ماست که بر ماست، ملامت خود و ملت در بروز اضطراب، افسردگی، یأس، نومیدی، پوچی در معنای زندگی، سلطه خرافات، رواج خودکشی، پول محور شدن پیوندهای خانوادگی، افزایش طلاق، بیکاری، خفه شدن شوق زندگی نزد جوانان، اعتیاد به مواد مخدر، الکل، مهاجرت، بی‌اعتبار شدن مقام انسان و انبوهی از روانگردانهای توهمزا نزد نسل معاصر در رژیم نکبتوار اسلامی مشاهده می‌کنیم. معنای زندگی و کیفیت آن برای انسان همیشه مطرح بوده و در تاریخ فلسفه از سقراط، افلاطون، ارسطو پاسخهایی برای چیستی زندگی نقل شده و متفکرین رواقی و اپیکوری نیز در صدد یافتن معنا برای زندگی بشر برآمدند و در عصر جدید متفکرین پراگماتیسم و فلاسفه اخلاق‌گرا، من توصیه میکنم دوستان این کتاب 4 پراگماتیسم رو مطالعه کنند. در اینجا توصیه های بسیار خوبی صورت میگیره. خب اخلاق‌گرا تلاش کردن پاسخهایی برای آن پیدا کنند، اما در ایران اسلامی آنچه که معنای خود را از دست داده ارزش‌های اخلاقی است که بسیاری از زنان و مردان آگاه از فروریزی و دیگرگونی آن نیستند، زیرا پاسخ به چیستی آن را از الهیات دینی در عصر نظام ارباب رعیتی، هنگامی که بیش از 90% اهالی ایران زمین در روستاها زندگی میکردن، داده و خطوط آن را مشخص کرده بود. اما امروز شهرهای بزرگ دیگر دهکده و روستایی محجور نیستند و زنان و مردان در امور اجتماعی پا به پای هم مشغول کار گشته، ولی فعالیت آنها توسط نهادهای اسلامی محدود و بازار کار دروازه هایش به روی آنها نیمه بسته است و زنان و مردان جوان با فقر،
تنگ دستی و مشکلات اقتصادی بیشتری دست به گریبانند و تنگناهای اقتصادی سبب ساز تفکرات نهیلیستی و پوچگرایی بین آنها شده که همواره به مرگ میاندیشند و رقم اولاسای 60,000 خودکشی در سال از پیامدهای ناگوار و عملکرد ناهنجار رژیم نکبتبار و واپسگرای اسلامی در کهنبوم ایران، افغانستان و عراق است. حالا دیگه چون وقت نیست، من پیشنهادی هم برای این داشتم که مقابله با آسیب اجتماعی روی کرد به طبیعت است و یه مطلب کوتاهی هم نوشته بودم. حالا اگه دیگه وقت نیست دیگه از اون صرف نظر میکنم. متاسفانه باید بریم، چون تو برنامه اعلام کردم که بعد از برنامه شما ساعت 4 اتفاقا این دوستونم دکتر ایران بومی از آلمان هستن در فرانکفورت، ولی اینجا بودن، دوتا برنامه داشتن در کانون دوستداران فرهنگ، باید اون ویدیوها رو نشون بدم. در صورت ممنون و متشکرم از شما دوستان عزیز. یادتون باشه که اسم آقای یزدان خدابندلو رو در گوگل یا در یوتیوب اگه تایپ کنید تمام برنامه های ایشون هست، توی فیسبوک هم برنامه‌هاشون هست، توی فیسبوک خودشون هم هست. این برنامه هم تا چند دقیقه دیگه روی یوتیوب بایگانی میشه، تا هفته دیگه هم هر روز از تلویزیون مردم بازپخش میشه. آقا ممنونم از شما که با ما بودید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. بدرود عزیز. مرسی. خب دوستان عزیز، برنامه ها رو پی میگیریم با دو ویدیو از خانم جانان ایران بومی، یکی به فارسی و دیگری به انگلیسی. روز روزگار بر شما خوش.